Hello guys, how are you doing? حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو دیگه از زبان کار. من امیرزام و امروز Today we want to speak about wish. As you can see, wish you all the best. امروز میخواییم در مورد کلمه wish صحبت بکنیم و گرامر و قواعدش و چجوری میتونیم توی صحبت‌های روزانه‌مون تو کانورسیشن‌های روزانه‌مون با آدم‌ها از wish به درستی استفاده بکنیم. پس حتما ویدیو تا آخر نگاه کن. آخرش هم کلی مثال با هم دیگه حل می‌کنیم. فقط یاد نره که اگه ویدیو دوست داشتی حتما لایکش کنین، چنل رو بخاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای رفقات بفرست. دمت گرم. برای کلاس‌های خصوصی زبان کا اگه دوست داشتی پیگیرشون باشی حتما به این ایمیل آدرسی که این زیر میاد پیام بده و باهاش در ارتباط باش. مرسی. بزن بریم بدون معطلی. Let's go. wish یکی از پرکاربردترین کلمه‌هاییه که میتونیم توی ارتباطات روزمره‌مون با آدما ازشون استفاده بکنیم. مثلا همونجوری که میتونیم ببینیم wish you all the best، یا مثلا wish somebody luck، یا مثلا wish somebody success. برای یک نفر یک چیزی رو آرزو کردن. خود wish یعنی آرزو کردن، یعنی خواستن. When we want to say wish somebody something. For example, wish somebody luck, wish somebody all the best. Wish somebody success or etc. یا چیزای دیگه. مثلا یه برای نفر شانس رو آرزو کردن، بهترین ها رو آرزو کردن، موفقیت رو آرزو کردن، میایم اینجوری استفاده میکنیم. I wish somebody something. مثلا یه مثال. I wish you all the best in the future. I wish you all the best in the future. در آینده من برای تو بهترین ها رو آرزو میکنم، بهترین ها رو برات میخوام. یا مثلا یه مثال دیگه. I saw Mark before the exam and he wished me luck. من مارک رو قبل از امتحان دیدم and he wished me luck. او برای من آرزوی موفقیت و شانس کرد. He wished me luck. Wished somebody something. پس این میشه یه مدل استفاده از کلمه wish، یعنی چیزی را برای کسی آرزو کردن. ولی این نکته خیلی مهم داره، اونم فرق بین wish و hope. کجا از هوپ استفاده بکنیم، کجا از ویش استفاده بکنیم. به این دقت کن. میگه we say wish somebody something، همونجوری گفتیم، مثلا happiness خوشحالی رو، یا luck یا شانس رو که تا الان داشتیم. but اما we do not say I wish something happens. I wish something happens دیگه درست نیست. میتونیم بگیم من برای یک نفر یک چیزی رو آرزو میکنم، اما نمیتونیم بگیم که من آرزو میکنم که یک اتفاق بیفته. I wish something happens. توی یه همچین موقعیتی به جای wish از hope استفاده میکنیم. مثلا میگیم I'm sorry you are not well. میگه من خیلی ناراحتم از این که تو حالت خوب نیست. I hope you feel better soon. آرزو میکنم، امیدوارم که تو هرچه زودتر حالت بهتر بشه. نمیتونیم بگیم I wish you feel better soon. پس وقتی میخواییم برای یک نفر یک چیزی رو آرزو بکنیم، میتونیم از wish استفاده بکنیم، wish somebody something. ولی وقتی میخواییم بگیم که امیدوارم که یک اتفاقی بیفته، دیگه اون موقع از hope باید استفاده بکنیم به جای wish. پس فرق بین hope و wish خیلی مهمه که خیلی وقتا پیش میاد به اشتباه از همدیگه استفادهشون میکنیم. بیایید دو جمله رو با هم دیگه مقایسه بکنیم تا فرق I wish و I hope برامون بهتر جا بیفته. I wish you a great day at this hotel. من برای تو آرزو میکنم که یک روز خیلی خوبی رو تو این هتل داشته باشی. I wish somebody something. I wish you، اون you میشه اون somebody، something. A great day میشه something. I wish you a great day. پس این میشه استفاده درست از wish. حالا اگه بگیم I hope you enjoy your stay at this hotel، امیدوارم که از موندن تو این هتل راضی باشی، لذت ببری، enjoy داشته باشی. پس وقتی فعل استفاده میکنی و میخوایم بگیم که ای کاش یک اتفاق میافتاد، دیگه از wish نمیتونیم استفاده بکنیم و میریم سراغ hope. I hope you enjoy your stay at this hotel. دومین استفاده از wish. پس تا الان یاد گرفتیم که اگر خواستیم چیزی رو برای کسی آرزو بکنیم، میریم سراغ wish. حالا راه دوم و مدل دوم استفاده از wish مال وقتی که میخوایم از یک چیزی ابراز پشیمانی بکنیم. We also use wish to say that we regret something. از یک چیزی پشیمانیم. That something is not as we would like it. اون چیزی که الان اتفاق افتاده آن چیزی نیست که بر باب میل ما بوده.
پس تو این موقعیت ها میتونیم از wish استفاده بکنیم. When we use wish in this way, we use the past, but the meaning is present. و در این مدل از استفاده از wish، وقتی میخوای از یک چیزی ابراز پشیمانی بکنیم و نسبت به یک چیزی regret داریم، میایم فعلمون رو به زمان گذشته میبریم، اما معنی و مفهوم جملمون هنوز در زمان حال روایت میشه. پس یادت باشه اگه میخوای از این مدل جمله ها توی صحبتات استفاده بکنی یا توی نوشتارت و میخوای نسبت به یک چیزی پشیمان باشی، wish رو میاریم و فعلمون یه زمان میره عقب. حالا مثالش رو نگاه کن، میگیم I wish I knew that. نه، یک، دو، سه. حالا مثالش رو نگاه کن، I wish I knew what to do about this problem. ای کاش میدونستم که با این مشکل باید چی کار بکنم، اما من متاسفانه نمیدونم باید چی کار بکنم. But I don't know، نمیدونم. ای کاش میدونستم. پس داره ابراز پشیمانی میکنه، یه regretی توش هست، یه پشیمانی تو این جمله هست. و اگه دقت بکنی فعلش یه زمان رفته عقب، I wish I knew what to do about the problem. یا مثلا I wish you didn't have to go so soon, but unfortunately you have to go. ای کاش که لازم نبود انقدر زود بری. I wish، امیدوار بودم. ای کاش، آرزو داشتم. I wish you didn't have to go so soon. ببین گفته didn't، باز فعلمون یه زمان رفته عقب. یا مثلا Do you wish you lived near the sea؟ این آرزو رو داشتی که نزدیک دریا زندگی بکنی؟ گفتیم باز دوباره فعل میره عقب، یه زمان رفته عقب، زمان گذشته اومده، اما زمان برای زمان پرزنت ازش استفاده میکنیم، برای زمان حال ازش استفاده میکنیم. Do you wish you lived near the sea؟ دوست داشتی کنار دریا زندگی بکنی؟ و ما میدونیم که اون lived near the sea نمی کنه الان، یعنی you don't live near the sea، و ما الان میدونیم که you don't live near the sea، پس نزدیک دریا زندگی نمی کنه. ولی میگه ای کاش، آرزو داشتم. آرزو داشتی؟ Do you wish you lived near the sea؟ یا مثلا یه مثال دیگه، Jack going on a trip to Mexico soon. جک میخواد بره به مکزیک، به سفری میخواد بره به مکزیک، همین نزدیکی ها، همین زودی ها. I wish I was going to. ای کاش منم میتونستم برم، منم آرزو داشتم که برم. But I'm not going. ولی نمیرم. خب؟ پس وقتی نسبت به یک اتفاقی که نمیفته ولی دوست داری و میخوای ابراز علاقه بکنی، از wish استفاده میکنیم با فعل ساده گذشته، فعل در زمان گذشته، یه زمان میریم عقب. مثل همون اتفاقی که تو جملات شرطی میافتاد، وقتی داشتیم جملات شرطی رو تو ویدیوی قبلی بررسی میکردیم، اگه یاد باشه، وقتی wish رو میآوردیم فعل زمان میرفت عقب. این همون اتفاق اینجا داره میفته. حالا اگه همین ساختار رو، همین مدل استفاده رو خواستیم توی واقعا زمان گذشته استفاده بکنیم، یعنی خواستیم یه چیزی رو ازش ابراز پشیمانی بکنیم و آرزو بکنیم که ای کاش در زمان گذشته داشتیمش یا در زمان گذشته اتفاق افتاده بود، اون موقع باید چی کار بکنیم؟ همین ساختار گرامری رو باید باز دوباره یه زمان ببریم الان، یعنی گذشته ساده رو میکنیم past perfect، یعنی حد به علاوه قسمت سوم. اون وقت میشه ای کاشی که در زمان گذشته داره اتفاق میفته، نه در زمان حال. به این مثال توجه کن، میگه I wish I had known about the party. میگه ای کاش در مورد اون مهمونی میدونستم، ای کاش در مورد اون مهمونی که در گذشته اتفاق افتاده با خبر بودم، میرفتم. اون واقعه در گذشته اتفاق افتاده و حالا میخواد ازش ابراز پشیمانی بکنه و آرزو میکنه که ای کاش میرفت. پس با حد بلا قسمت سوم فعل استفاده میکنه. یا مثلا اینجا نها کن، میگه It was a stupid thing to do or to say. I wish I hadn't said. ای کاش نمیگفتمش. It was a stupid thing to say. خیلی چیز احمقانه بود که گفتم، خیلی چیز احمقانه بود برای گفتن. I wish I hadn't said. ای کاش نگفته بودمش. پس یک کاری رو به اشتباه در گذشته انجام داده و حالا میخواد برگرده بهش و ازش ابراز پشیمانی بکنه. میشه I wish I hadn't said it. ای کاش نگفته بودمش. پس دو تا چیز جدید یاد گرفتیم. اگه خواستیم در زمان حال استفاده بکنیم از این مدل ترکیب، با wish ابراز پشیمانی بکنیم از یک چیزی، wish به علاوه زمان گذشته ساده فعل. اگه خواستیم همین رو ببریم عقب و در گذشته این کار انجام بدیم، میشه wish به علاوه past perfect، یعنی حد به علاوه قسمت سوم فعل.
اول ویدیو که داشتیم با هم دیگه ویشو بررسی میکردیم گفتم وقتی میخوایم یه چیزی رو برای این نفر آرزو بکنیم از ویش استفاده میکنیم، ولی وقتی میخوایم بگیم که ای کاش یک اتفاق میافتاد دیگه نمیتونیم از ویش استفاده بکنیم. تو یه حالت میتونیم این کار رو بکنیم، اگر بگیم I wish something would happen، یعنی would رو بهش اضافه بکنیم، I wish something would happen. اوکی؟ مثلا یه روزی بارون داره میاد و مثلا شما برنامه داشتین با دوستاتون که بریم بیرون، بریم پیکنیک، بریم تفریح. میرید در پنجره، میگید که میبینید که داره بارون میاد و تمام برنامه رو خراب کرده اون بارونه. میگین I wish it would stop raining. ای کاش بارون قطع میشد. ای کاش بارونی در کار نبود. ای کاش بارون قطع میشد. I wish it would stop raining. ای کاش بارون قطع شده بود. مثلا میگیم It's been raining all day. همه روز داشته بارون میومده. Sarah doesn't like it. سارا از این اتفاق خوشش نمیاد. She says، اون میگه I wish it would stop raining. ای کاش بارون قطع میشد. ای کاش دیگه بارون نمیومد. Sarah would like the rain to stop, but this will probably not happen. و این اتفاقه سارا میخواد که بارون قطع بشه و این اتفاقه احتمال افتادنش وجود نداره، احتمال افتادنش خیلی کمه. This will probably not happen، اتفاق نمیفته، هوا خیلی گرفته است، ابر خیلی زیاده و این بارون احتمالاً قطع نخواهد شد. پس میگه I wish it would stop raining. خود وود باز دوباره یه خورده خیال به جمله اضافه کرده. اگه یاد باشه تو جملات شرطی وقتی راجع به وود صحبت میکردیم کلی راجع بهش حرف زدیم. We use I wish و would رو when we would like something to happen or change. پس از این ترکیب وقتی استفاده میکنیم که وقتی دلمون میخواد یک چیزی تغییر بکنه یا یک چیزی اتفاق بیفته و احتمال افتادنش هم کمه، مثل همین اتفاقه که ابرو خیلی گرفتن، آسمون خیلی گرفته ایه، ولی خب ما آرزو میکنیم که ای کاش بارونی در کار نبود و میتونستیم بریم بیرون مثلا بچرخیم، میگیم I wish it would stop raining. حالا بعضی وقتا هم از همین ترکیب استفاده میکنیم برای اینکه راجع به یه چیزی قهر بزنیم. وقتی میخواییم راجع به یه موضوعی شروع بکنیم به قهر زدن، مثلا میگیم The phone has been ringing for 5 minutes. تلفونه برای 5 دقیقه است داره زنگ میخوره، آقا یکی برین جواب بده. I wish somebody would answer it. I wish somebody would answer it. ای کاش یکی میرفت اینو جواب میداد. 5 دقیقه است داره تلفونه همینجوری برای خودش زنگ میزنه. I wish somebody would answer it. احتمالاً کسی هم نیست پر جواب بده، آخه خودش باید بره. برای همین از این ترکیب استفاده کرده، گفته I wish somebody would answer it. احتمالاً که یکی بره جوابش هم بده خیلی کم، آخه باید خودش بره. برای همین میگه I wish somebody would answer it. یا مثلا I wish you would do something instead of just sitting and doing nothing. میگه ای کاش تو به جای اینکه همش بشینی و کاری نکنی یه کاری میکردی. آرزوم این بود که تو یه کاری میکردی به جای اینکه همش بشینی و کاری نکنی. I wish you would do something. آرزوم این بود که یه کاری بکنی. Instead of، به جای اینکه همش بشینی just sitting around or doing nothing، یه کاری نکنی. You can use I wish و wouldn't to complain about things that people do repeatedly. به صورت تکراری و به صورت تکرار شونده وقتی یک کاری رو انجام میده یک نفر یا یک شخصی میتونیم از wish و wouldn't استفاده بکنیم. مثلا I wish you wouldn't keep interrupting me. ای کاش اینقدر من رو مزاحمم نمیشدی، اینقدر برام مزاحمت ایجاد نمیکردی. هم داره یه قور زدنی توشه، هم که این نفر داره یه کار رو هی پشت سر هم انجام میده. برای همین از ترکیب wish و wouldn't استفاده کرده. I wish you wouldn't keep interrupting me. حالا که راجع به wish همه چیز رو یاد گرفتیم، بریم با هم دیگه چند تا تمرین خوب حل بکنیم و ببینیم که از اونایی که یاد گرفتیم چه جوری میتونیم توی این تمرینمون استفاده بکنیم. بزن بریم. اولین تمرینمون دو تا جمله است و دو تا جای خالی. باید با wish و hope استفاده بکنیم. اول ویدیو راجع به تفاوت استفاده ازشون صحبت کردیم اگه یاد بشه. اولین مثالی که می‌خوایم با هم حل کنیم اینه. Enjoy your holiday. از تعطیلاتت لذت ببر. I جای خالی you have a great time. به نظرت اینجا wish میشینه یا hope؟ دقت کن. گفتیم wish رو وقتی استفاده می‌کنیم که wish somebody something. دقیقاً I wish نمیتونیم بگیم، میگیم I hope you have a great time. امیدوارم که
تایم خیلی خوبی رو اینجا بگذارمین. Enjoy your holiday. I hope you have a great time. امیدوارم که تایم خیلی خوبی رو اینجا بگذارونی. حالا این مثال رو دقت کن. Goodbye. خداحافظ. I جای خالی. You are the best for the future. حالا اینجا wish یا hope کدومش؟ دقیقا wish somebody something. I wish you all the best. Wish somebody something. I wish you all the best. اینجا دیگه wish میشینه. حالا یه مثال دیگه. جای خالی رو سعی کن برام پر بکنی. دقت کن که توی جملمون wish داریم. Jack is going on a trip to Mexico soon. I wish I جای خالی too. I wish I was going to. Wish وقتی میخوایم در زمان حال ازش استفاده بکنیم یادت باشه گفتیم فعل رو یه زمان میبریم عقب، زمان گذشته بیانش میکنیم. I wish I was going to. ای کاش منم میرفتم. یا یه مثال دیگه. I'm very tired. من خیلی خستم. And I have so much to do. کلی هم کار دارم که انجام بدم. I wish I جای خالی so tired. I wish I wasn't so tired. ای کاش انقدر خسته نبودم. ای کاش انقدر خسته نبودم. باز دوباره فعل زمان بردیم عقب. در زمان حالم داریم صحبت میکنیم اما فعل یه دونه زمان میره عقب. این خیلی مهمه، دقت کن بهش. یا یه مثال دیگه. میگه I bought these shoes but now I don't like them. میگه من کفشا رو خریدم ولی الان دوستشون ندارم. I wish I جای خالی دم. I wish I، دقت کن این بار دیگه زمان گذشته است و میخواییم با wish بیانش بکنیم. دیگه خود زمان جمله گذشته است. یادت چیکار میکردیم؟ باز گذشته یه زمان میبردیم عقب، میرسیدیم به past perfect. میگیم I wish I had not bought them. ای کاش اونا رو نخریده بودم. دیگه اینجا خود بعد wish هم یه زمان دوره فعلش میره عقب، یعنی گذشته ساده یه زمان باز میره عقب. چرا؟ چون ساختار جملمون در زمان گذشته داره بیان میشه. حالا یه مثال دیگه. مثلا میگیم you are looking for a job. تو داری دنبال شغل میگردی، دنبال کار میگردی. So far تا الان without success، تا الان موفقیتی به دست نیومده، نتونستی شغلی پیدا بکنی. Nobody will give you a job. کسی به تو کاری نخواهد داد. حالا تو میگی you say I wish somebody جای خالی I wish somebody would give me a job. ای کاش یک نفر به من کار میداد. داره همون قور زدن است، میبینی توش قور داره، توش خور خیال داره و در مورد یک موضوعی که اتفاق نیفتاده و ای کاش و خواسته اون این بوده که اتفاق بیفته. I wish somebody would give me a job. یه نفر بهم کار میداد. دمت گرم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردی. امیدوارم که بعد مثمر ثمر بوده باشه. اگر در مورد تمرینا نکته‌ای بود و خواستی جواباتو با ما به اشتراک بذاری، حتما جواباتو برام تو کامنتو بنویس. بچه‌های دیگه هم جواباشو می‌سن و با هم دیگه مقایسه می‌کنیم. دمت گرم. یادت نره که اگه ویدیو دوست داشتی حتما لایکش بکنی، کانال خاطر ما تازه حتما سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای رفقات بفرست که خانواده‌مون هر روز بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه. دمت گرم. برای کلاس های خصوصی زبانی که اگه دوست داشتی پیگیرشون باشی و توشون ثبت نام بکنی، به ایمیل آدرسی که این زیر برات میاد حتما ایمیل بزن. مرسی، تا ویدیو بعدی، فعلا.